بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دوستان یک اشکال فنی هست، اجازه بدید اینجا من حس میکنم که اشکال فنیه. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. دوستان، قبل از اینکه موضوع رو شروع بکنم، طبق روزهای اخیر دعاهای نبوی رو با هم میخونیم که خداوند هم به جامعه این دعاها خیر بده و رحمت کنه و هم به شنوندگان دست دعا برداریم در پیشگاه خداوند متعال که کارها تنها و تنها در دست اوست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي بار خدايا، ما از هم و غم، از اندوه و پریشانی و از ناتوانی و کسالت و از بخل و ترس به تو پناه میبریم و بس. أي بار خدايا، ما از غلبه وام و مغلوب شدن در مقابل مردم به تو پناه میبریم. ما و همه خلقت صبحمان را شب کردیم. کبریا و عظمت و خلق و امر و شب و روز و هر آنچه درش هست تنها و تنها از آن توست. نه امامی کاری هست، نه پیری، نه پاتالی، نه بزرگی، نه کوچکی. ولایت تنها و تنها در دست توست. ای بار خدایا، اول این شب را برای ما صلاح و نیک بگردان و وسطش را سبب رستگاری ما و آخرش را سبب پیروزی ما. پروردگارا، ما و بینندگان موحدمون خیر دنیا و آخرت را از اتمی طلبیم ای ارحم الراحمین. لبیک ما تنها به سوی توست، به سوی مرده ها نیست، به سوی قبرها نیست، به سوی بزرگان نیست، بلکه خیر تنها در دست توست، از آن توست و به سوی توست. ای بار خدایا، آنچه که میگوییم
یا آنچه را که قسم می‌خوریم یا آنچه را که نذر می‌کنیم. خواست و مشیتت در مقابل همه آنهاست. هر چه بخواهید می‌شود، هر چه نخواهید نمی‌شود. هیچ قدرت و توانایی جز در دست تو نیست ای بار خدایا. هر آنچه که ما درود می‌فرستیم بر آن کسانی که درود می‌فرستیم و آنچه که نفرین میکنیم بر آنهایی که نفرین کرده اید، تو ولی ما در دنیا و آخرت هستید. ما را مسلمان و موحد بمیران و به صالحان و نیکان محشور بگردان ای بار خدایا. ای پروردگارا، ما رضایت را جستجو میکنیم بعد از قضایت و تقدیرت، و راحتی زندگی رو بعد از مرگت، بعد از مرگمان که میرسانی، و لذت نگاه کردن به وجه کریمت را و شوق ملاقات را بدون هیچ ضرری، بدون هیچ فتنه ای بار خدایا. ما از این به تو پناه میبریم که بر کسی ظلم کنیم یا مورد ظلم قرار بگیریم، بر کسی تعدی کنیم یا مورد تعدی قرار بگیریم، یا گرفتار گناه و معصیتی بشیم که مورد مغفرتت قرار نگیریم. ای خالق آسمان ها و زمین، ای کسی که تنها عالم غیب و شهادت هستید، ای ذوالجلال و الاکرام، ما عهد میبندیم که در این دنیای فانی تابع تو هستیم و تو بهترین گواهی. ما گواهیم، ما شهادت می دهیم بر اینکه خدایی معبودی راستین جز تو نیست. تو هیچ شریکی نداری، نه امامی شریکته، نه پیغمبری، نه بزرگی، نه کوچکی. و گواهی می دهیم که محمد بنده توست و رسول توست، و گواهیم بر اینکه وعدت حقه و لقاءتم حقه و بهشتتم حقه و آتشم حقه، و اینکه قیامت بدون هیچ شکی آمدنی است، و اینکه همه را حشر می کنید. و اینکه ای بار خدایا، ما را به نفس خود، به ضعف خود وا نگذار، ما را به گناهان خود و اشتباهات خود وا نگذار. ما به رحمتت امیدواریم. گناهان ما را ببخش، همه گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. برکه تو ای پروردگارا بسیار توبه پذیری و بسیار مهربانی. ای پروردگارا آسمان ها و زمین، ای رب عرش عظیم، پروردگار ما و پروردگار همه چیز، شکافنده دانه ها، نازل کننده تورات و انجیل و قرآن، ما از شر هر چیزی که مهارش در دست توست به تو پناه میبریم. اول تو اید، آخر تو اید، ظاهر تو اید، باطن تو اید. قبل از تو چیزی نبوده و بعد از تو چیزی نخواهد بود. ظاهر همه چیز در دست توست، بالاتر از تو چیزی نیست. باطن تو اید و ظاهر تو اید، نه علی، نه عیسی، نه کسی دیگر. ای بار خدایا، امور ما را میسر بفرما، وام های وامداران را عطا بفرما، آسان بفرما و ما را از فقر نجات بده ای بار خدایا. ما و بینندگان موحد ارجمندمون را از این به تو پناه میبریم که به خرفتی و نادانی در آخر عمر دچار بشیم ای بار خدایا. ای پروردگارا، ما را بهترین اعمال و اخلاق رهنمون بگردان، برکه هیچ کسی جز تو چنین کاری نمیتواند بکند، و از بدترین اعمال ما را دور بگردان، و جز تو کسی نمیتواند از اعمال بد ما را دور نگه دارد. ای پروردگارا، دین ما را اصلاح بگردان، ملت ما را، به خصوص ملت ایران را که به وسیله اهل بدعت و زلالت دین گریز شده،
ما را سبب اصلاح دینشون بگردان، ما را از شر دین ستیزان و دین پناهان، از شر بد دینان و بی دینان حفظ بفرما و در رزق ما برکت بده، در خانه های ما برکت بده. ای پروردگارا، ما از سنگدلی، از غفلت، از ذلت، از بیچارگی، از تواضع بی جا به تو پناه میبریم، از کفر و فسق و فجور و شقاق و خود بزرگ بینی و ریا به تو پناه میبریم. به عالمان ما جرأت بده، عالمانی را که نفاق به خرج میدهند هدایت کن. ای بار خدایا، ما از کری و کوری و گنگی و دیوانگی و بقیه امراض به تو پناه میبریم. پروردگارا، به نفس ما تقوا بده و اونو تزکیه کن. تو بهترین تزکیه کننده هستی، مولای نفس ما تنها تو هستی. پروردگارا، از علمی که سودی نمی رساند به تو پناه میبریم. ما را از عالمان دین فروش مگردان. از قلبی که خاشع نمی شود به تو پناه میبریم. از نفسی که سیر نمی شود به تو پناه میبریم. از دعوتی که، از دعایی که استجابت نمی شود به تو پناه میبریم. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، سپاس و حمد دائم آن خدا را که نعمتهای بی حد داد ما را، به نام آن که بر ما عقل و دین داد، به ما توفیق خیری این چنین داد. درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحب آن فخر دو عالم، به هر روز و شبی هر آن دم آدم، خصوصا بر روان چار سرور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، که هر یک کوکب برج خلافت درود حق بر ایشان بی نهایت. خدایا، هرچه داریم از تو داریم، به جز تو از کسی چیزی نداریم. به ما بخشیده ای هر گونه نعمت، به ما هرگز نشاید از تو غفلت. تمام هستی ما از برایت، تن و جان و روان ما فدایت. ندانم من چه چیزی بهرمان به، خداوندا به ما آن ده که آن به. بشافی رحمکم او را ببخشا، تو دستش گیر و هم عفوش بفرما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچرا که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند در این جلسات مبارک که در استماع به کلامش هستیم، از میان هزاران و صدها تلویزیون و مفسدیون، ما شما را انتخاب کرده که توحیدش را بشنویم، در محضر کلامش باشیم. شکر این نعمت را به ما عطا بفرماید و از اینکه ما رو در خانه های خود مهمان کرده اید، خداوند به خانه هاتون برکت بدهد و ما و شما را از کسانی قرار بدهد که فرشتگان رحمت
بر سرشون بارهای رحمتشون را گشودند و پیش خداوند برایشان طلب مغفرت میکنند. در شرح بهترین سخن، سخنی که او را ریب نی تبدیل نی آیه شرمنده تعویل نی، سخنی که به طور مطلق در سراسر گیتی، در سراسر تاریخ، سخنی بهتر از این نبوده و نخواهد بود، سخن خداوند است، همچون که هیچ چیزی شبیه خداوند نبوده و نخواهد بود. و صفاتش که کلامش سخنانش و صفاتش نیز این چنین است. دوستان زنگ نزنید که من گوشی رو زمین گذاشتم. در شرح بهترین سخن به فضل و منتش رسیدیم به آیه 70 که امروز مجلس سوم در شرح این آیه شریفه. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا اخبار پیشینیانی که قبل از شما بودن برشون نیامده؟ هنوز خطاب منافقانه. و بعد از این آیه 71 اون موقع راجع به مؤمنان و دوستان خودش حرف میزنه. آیا اخبار قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهایی که واژگون شده برشون نیامده؟ تتهم رسولهم، پیامبرانشون برایشون اومدن. و امروز نیز اگرچه نبوت قطع شده، لیکن پیام رسولان را حامل پیام رسول عالمان راستین هستند، کسانی که حق را به مردم میرسانند. اتتهم رسولهم بالبینات، پیامبرانشون با بیانه های واضح و روشن به سویشون اومد. همه کان الله لیظلمهم، شأن خدا اینجور نیست که بر کسی ظلم کند. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن بر خودشون ظلم کردن. در آیات سابق بعد از اینکه از قضایای عمومی حرف میزد، کم استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم، یعنی همچنان که اونها دنیا پرست بودن شما دنیا پرست شدید، یعنی چنین نشید، اینجا میاد مشخصتر میکنه و هم پیغمبران و هم اقوام و الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا اخبار پیشینی هم سراغشون نیامده؟ قرآن وقتی چنین سال به این شکلی سوال مطرح میکنه، این همزه رو همزه استفهام میگن، لام و لام نفی میگن و همزه این نفی و نفی میکنه. یعنی چی؟ نفی و نفی اثباته، همچنان که با اجازه آقای قزوینی علم ریاضی میگن. یعنی چی؟ یعنی که پیغمبرانشون اومدن درشون، سوشون پیغمبرانشون اومده، نفی نفی اثباته. و شما یک استفهام انکاری رو هرگز سوال نمی کنید مگه که از جواب مطمئنی، از این مطمئنی که طرف بگه بله دیگه، راه گریزی نداره. یه شخصی بهت میگه که من چرا در وقت مصیبت از من دور شدید؟ میگه ای مگه نیامدم دیدنت؟ مگه فران چیزو بهت ندادم؟ با فرزندت فران کارو نکردم؟ یعنی وقتی چنین سوال میکنه،
یعنی مطمئنه که این شخص نمیتونه اینو انکار کنه. اینجا قرآن با این اطمینان با شما برخورد میکنه. بعد به جای اینکه مخاطب مستقیم شما قرار بده، به صورت غایب قرارشون میده. الم یأتهم، آیا نیامده براشون؟ نمیفهمد که برای شما نیامده. اینم گویا که میخواد دلشون رو دست بیاره تا هدایت بشن، گویا که خودشون حاضر نیستن. و این مزید حرص پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غیبتشون میرسونه که چطور پیامبر حرص میورزه که مردم هدایت بشن، روشن بشن. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم. نبأ به خبر بسیار مهم میگن، ولذا پیغمبران میگن انبیا. خب وقتی اخبار مهم امتهای سابق رو قرآن برای مثال، برای اندرز، برای پندگیری ذکر کرده، اگر امام زمانی که امام تراشان کذاب امامت و جعلان ولایت جعل کردن اگه مهم می بود یا اصلا درست می بود، تا چرسه که همه کار زمین زمان باشه، آیا قرآن هم یونه با ذکرش می کرد؟ یعنی امام زمان در قرآن از شهرهای چپ شده، از قوم عاد، از قوم سمود، از قوم فرعون کمتره؟ بله کمتره، 100% کمتره، بلکه وجود نداره. اینها وجود داشته، اگرچه دشمنان خدا بودند، اگرچه با خدا جنگیدند، با رسولان خدا جنگیدند، خداوندشون انتقام گرفته، ولی که ذکرش میکنه. دوستان خود شد، نه اینکه ذکر میکنه، بلکه سراسر قرآن دفاع از رسالته، سراسر قرآن. لیکن از امامت خبری نیست. چرا؟ بلکه دروغی بیش نیست. برسا نبع به خبر مهم میگن، به هر خبری نمیگن نبع، خبری که خیلی مهم باشه. ولذا اصلش از نبوت، نبوت از این کلمه، از همین کلمه. نبوت ظاهره، مخفی نیست. مثل همه انبیا ظاهر بودن، خود نبوت چیز ظاهریه. شما مکر و فریب فریبکارانو ببینید که از چنین دین ظاهری اومدن امامت جعلی درست کردن که همش باطن، اندر باطن، اندر باطنه، و تازه خود قرآن هم باطنیش کردن. این از جنایت باطنیه مده تشیع در طول تاریخ اسلام و عمل کردهای جنایتکارانشون نتیجه این دید جانیانه. ولی همشه مخفی هم. خودشون تو کاخا میشینن، امام زمانشون تو چاه پنهان کردن، خب مسخره نیست؟ بلکه دروغیست، دروغی بیش نیست. و این چاه بازی ها رو بارها بارها عرض کردن که از زمان چاه دامغان گرفته، در زمان ساسانی هم گرفتن و همچنان ادامه میدن. اما مردم چرا خودشون رو در این چاه های زلالت غرق کنند؟ چه نفعی دارند جز بدبختی؟ ولذا نبع به خبر مهم میگیم. و خود نبوت هم ظاهره، چیز پنهانی نیست. ولذا هر چیزی که پیغمبران از پیام آوران از خداوند بگن، بهش میگن نبع. یا خبر مهم، هر خبر مهمی رو مرمان مثال در سوره نبع، خبر مهم در قرآن، یعنی عما يتساءلون عن النبأ العظيم، از چی سوال میکنن؟ از اون خبر بسیار مهم.
الذي هم فيه مختلفون. آن چه که درش اختلاف دارند، مشرکان میگفتند که ای بابا ما دوباره مثل مشکان این بود دوباره برمیخیزیم، قیامتی هست، هیچ خبر مهمی بالاتر از قیامت نیست، برای همه انسان ها میمیرند، اینو که نمیشون انکار کنن، و این زندگی بدون قیامت عبسی بیش نیست، خداوند عبس نمیوافرینید. اگر قیامت نباشه این دنیا کار بیهوده ایه، ولی خداوند با این حال ما رو به عقل خود وانا گذاشته، پیغمبران فرستاد بر این کار. لیکن دجالان امام تراش حتی این آیه رو هم تحریف کردن، مثل تک تک آیات قرآن که تحریفش کردن. نبی عظیم که قیامت باشه گفتن نه علیه. آقا علی خودش مگه خود علی به قیامت اعتقاد نداره؟ مگه خود پیغمبران به قیامت اعتقاد ندارن؟ ورزه اینجا خدا سبحانه و تعالی قضیه اول رو میاره که خطابش مستقیمه به عنوان قضیه عمومی، قضیه دوم میاره به عنوان قایبش مخاطبشون قرار میده، بعد مقصودش از اون پیشینیان رو مشخص میکنه که اونا قوم نوح هن، قوم نوحی که خداوند با طوفان اونها را غرق کرد، و 950 سال در میانشون بود. اونا رو به چی میخون؟ به توحید. ای مردم خدا را بپرستید، ای مردم، در که شرک، اولین شرک در زمان نوح شروع شده بود، بر چند قرن از زمان آدم گذشته بود، در زمان آدم شرکی نبود، و لذا اون اولین رسول از رسولان اولو العزم، نه اولین پیغمبر. و بر فرق بین رسول و بین نبی، خب قومش وقتی اونا رو با توحید میخوند مسخرش میکردن، همچون که امروز مسخره میکنن قوم نوحی های امروز، آها اینا وهابی هست، اینا ناصبی هست، اینا فلان هست، شما رو به خدا پرستی دعوت میکنید. اگه پیغمبر امروز میبود، علی امروز میبود، در میان شیعیان به خصوص و در میان بعضی صوفیان به نان وهابی باش میجنگیدن، از بس که تبلیغات کردن حتی بعضی سنی ها باورشون شده چیزی به نام وهابیت هست. حتی بعضی سنی ها، سنی های صوفی زده، و قوم نوح وقتی میدن نوح علیه السلام کشتی درست میکنه، خداوند بهش خبر داده بود، نوح خداوند بهش خبر داده، خب اما کشتی حسین سوار شد یعنی چی؟ مسخره؟ حسین کشتی نداشت، همونقدر مسخره که کشیشا میگه آقا دلتو به عیسی بده، نه مسخره، مسخره کردن مردمه، عوام فریبیه، برزا هم کشیش هم آخون، آخون تازه بیشتر از گفتگو فرار میکنن، دولت دستشونه، قدرت دستشونه، 40 ساله با این حال از گفتگو فرار میکنن، از گفتگوی رو در رو فرار میکنن. ما که رفتیم زیر شمشیرشون تو تلویزیون هاشون بازم فرار میکنن، دعوتشون کردیم آقا آقای قزوینی الان شما تشبیه بیار اینجا. هرگز، باید اطلاعات اجازه بده، مگه میتونه؟ خب قوم نوح علیه و نبی صلی السلام هر موقع دیدن نوح کشتی درست میکنه مسخرش میکردن، ورزا خداوند در رد کسانی که حضرت نوح مسخره میکردن این تسخرو مننا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، اگه ما رو مسخره میکنید ما هم سرانجام شما رو مسخره میکنید، همین کاری که شما میکنید ببینید نتیجه با کیه. یعنی چی؟ یعنی ای کسانی که نوح علیه السلام مسخره میکنید شما از غیب خبر ندارید، بلکه خداونده که به نوح علیه السلام خبر داده و که در آینده چی خواهد شد. خب نوح خداوند خبر داده، بهش وحی کردین
کی به این امام های زورکی که شما جعل کردید و خودشون خود اون بزرگواران هرگز همچین ادعایی نکردند خداوند به شما وحی کرده؟ کجا در کجای قرآن است؟ جز مشتی روایت های دروغ، سراسر دروغ که شما جعل کردید، از خمینی تا کلینی، از مجلسی تا کلینی، که نفرین خدا بر همه اینها باد که اسلام را آغشته کردند، ملت را بدبخت کردند، کشور را بدبخت کردند و هرگز هم حاضر نیستن قرآن رو حکم قرار بدن. خمینی پلید و بقیه پلیدا میگن نه آقا قرآن قابل فهم نیست. اه؟ قرآن قابل فهم نیست یعنی چی؟ یعنی بندازش دور؟ نه، فقط امامان میفهمنش. پس قرآن مال اماماست، پس چرا مردم خطاب قرار میده؟ چرا میگه هذا بیان للناس، این بیانه برای مردمه؟ فریبکاری و دجالگریشون اینجاست. چرا میفهم که لقد یسرنا قرآن، لقد یسرنا قرآن الذکر، ما قرآن رو برای یادگیری آسان قرار دادیم؟ نه آقا، صعبون مستصعب. اینجوری با قرآن بازی کردن، همون بازی را که قرنهای متمادی یهود و نصارا بعد از اینکه اسلام عیسوی و اسلام موسوی را تحریف کردن با دین خودشون کردن. و الان این گمراهان با هم دیگه فحش میدن. و قرآن کریم راجب اونایی که به حضرت نوح موحد مسلمان رو مسخره کردن میگه که نوبت شما میاد، بلکه مسخره حقیقی برای کسانی است که توحید و ایمان رو قبول نکردن، این چه در گذشته باشه چه در حال. و در حال شاید این جمله را شیعیان هدایت شده بهتر از هر کسی بفهمند که چطور اینا سینه میزدن، زنجیر میزدن، سینه خیز راه میرفتند، علم کتر راه میداختند، علکی گریه میکردند. بعد از قوم نوح، حضرت حق تعالی قوم عاد و قوم سمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و که قوم شعیب باشن اینا ذکر کرده و متفقات شهرهای چپه شده که قوم لوط باشن به خاطر لواطتشون خداوند شهرهاشون رو چپه کرد. متفقه یعنی منقلب، یعنی واژگون، بالاشو پایین کرد، پایینشو بالا کرد، همچنان که عقلهای مقلدان بدبخت خداوند واژگون کرده که هیس هیس میگن، اچ اچ میگن. و افک، یکی از معانی افک اینه که شما انسان رو از حقیقت دور نگه دارید، نگذارید که حق رو قبول کنه. ولذا به در سوره احقاف آیه شریفه 22 میخونیم که قوم ابراهیم به ابراهیم علیه السلام میگفتند که قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا، آیا تو آمدید که ما را از خدایان خود باز داری، از خدایانمون باز داری؟ همچنان که امروز امام پرستان میگن که آقا شما، او اوایل که ما در رنگارنگ حرف میزدم این اطلاعاتی هم میابدن، شما هر کار کنید که محبت آلویت از دل ما در کنید ما در نمیاد. این چه مسخره‌ایه؟ مگه ما میخواییم محبت آلویت رو از دلتون در کنیم؟ ما میخواییم درباره شما غلو نکنید. محبت آلویت، محبت این نیست که شما اون رو خدا بکنید، محبت عیسی این نیست که شما اون رو خدا بکنید، محبت آل بیت و غیر آل بیت، هر محبت هر مؤمنی بر مؤمن دیگه واجبه، هر مؤمنی تا چرسه به آل بیت محمد صلی الله علیه و سلم. لیکن اغلاش و چپ واژگونه، مثل شهرهای واژگون شده اهل لواط. پس افک کسی رو از حقیقت باز داشتن. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اومدید ابراهیم که ما را از الهان خود باز دارید، از بزرگ پرستی از باز دارید. امروز این بزرگ پرستی در لباس آل بیت، در لباس بزرگان صوفیه، یا جیلانی مدد یعنی چی؟ یا عبدالقادر مدد یعنی چی؟ اله کردنشه. یا علی مدد یعنی چی؟ اله کردنشه. اونا میگفتن فأتنا بما تعدنا ان کنتم من الصادقین، اگر راست میگید ابراهیم اون چی که با وعده میدید
بیار. اگه دست ابراهیمه که بیاره، دست خداه. لیکن داستان اینم بیا، داستان انبیاء موحد، داستان کاروان رسالت توحیدی با اقوامشون چیه؟ قرآن میفرماد که اتاتهم رسلهم بالبینات، پیامبرانشون با بیانه های واضح، با سخنان واضح، با دلیل های واضح به سراغشون آمدن. اولین بیانه اینه که خودشون ثابت کنند که پیغمبران خدا هستند، خداوند بهشون معجزه میده، یعنی قوم نوح، قوم ابراهیم و دیگران. رسالات های آسمانی برایشون آمد بانوان پیام خداوند، دین خداوند. نه فقط این اومد، بلکه معجزه هم همراهشه. چرا؟ چرا معجزات؟ بلکه یک صدق ادعا باشه، بلکه پیغمبران خدا هستن. مردم از کجا بودن پیغمبران؟ مردم حق دارن که معجزه ببینن، ولی هر پیغمبری یه معجزه داشته. خب وقتی معجزات برشون رسید، اینکه اینا راستگویانی هستند از طرف خداوند، دیگه حجتی ندارند که حرفشون رو قبول نکنند یا تکذیبشون کنند، بلکه هر پیامی، هر رسالتی مؤید به معجزه که دلالت بر صدق اون پیغمبر برای میکنه که اون رسول خداست. و این رسولان همچنان کاروان رسالت بر بشریت ادامه داشت تا مردم رو به پیام آسمان راهنمون شوند، راه حق رو نشون بدن. خب این معجزه رسالته بر همه رسولان، نه بر یکی. اما امامتی که از نبوت بالاترش بردند و عیسی علیه السلام که پیغمبر اولول عزمه، بنا به گویندگان و چرندگان و درندگان امامت حق نداره که حتی دربان ائمه باشه، نعوذ بالله از این سخن کفر، چرا معجزه ندارن جز مشتی افسانه و اکاذیب؟ آقا فیل هوا میکنن، مگه شما نمیگید که نبوت بالاتره؟ بس معجزه شون کجایه؟ خب پس تازه معجزه شون وقتی از نبوت بالاتره، معجزه شون باید بالاتر باشه. آیا همین معجزه که در سرداب ها و چمکران ها بپوسانیدشون و با این پوساندنشون در این افسانه ها عقل و دین مردم رو بپوسانید و اونا رو مسخره بگیری؟ ای روحانیت مزور مدعی تشیع، هر که این موضوعات دستکاری کرد، حرف زد، ترورش کردن در طول تاریخ، برای که نانشون میسوزه. گسه دین ندارند اینا، نه این است آن، نه آن است، هیله نان است. کل امامت، کل شیعه گری، کل این بازی ها، این هیله نانه. و همه فرقه هایی که از بطن شومشون آمده بیرون، این باندهای سیاسی دنبال نان میگردن. اینا شیعه علی هن، نوکر اسرائیل بشن، نوکر امریکا بشن، بعد علیکی جنگ زرگیر راه میندازن. لیکن رسالت ها در ابتدای خلقت تقریبا رسالت ها متعدد بود. چرا؟ حکمتش چیه؟ برکه مردم بشریت منعزل بود، هر کدوم در یک گوشه ای. حتی اقوامی در جاهی از زمین زندگی میکردن، از اقوام دیگه اصلا خبر نداشتن. قرنه ها میذاشت کسی از کسی که خبر نداشت، برکه هیچ ارتباطی وجود نداشت. که بعدها که پیش اومد، یواش یواش اندک اندک همدیگه رو میشناختن. امروز یه حادثه که یه جا رخ میده، به وسیله ماهواره ها شما در همون در ظرف چند ثانیه، نه چند دقیقه، اون حادثه رو میبینی. بنده الان در لندن نشستم، شما در مسکو، در هلند، در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در سراسر دنیا، هر جا که، در استرالیا، در هر جا که گوش میکنید، در ظرف چند ثانیه، با تأخیر چند ثانیه صدای بنده رو میشنوید. و وقتی که اولین حادثه رخ داد،
وقتی که اولین حادثه فرود آمدن ماهواره در کره ماه رخ داد، مردم در همون لحظه در سراسر دنیا داشتن به وسیله تلویزیون ها نگاه میکردن. الان چطور؟ خب مقصودم چی از این مثال ها؟ سابقا بشریت هر کسی در یه گوشه بود، در گوشه از زمین، هر محیطی امراض مخصوص به خودش داشت، معصیت مخصوص به خودش داشت، فساد مخصوص به خودش داشت. پیغمبران چرا می آمدن؟ می آمدن تا این گونه معصیت ها را، این گونه فساد ها را، این گونه امراض را که نتیجه معصیت هاست، این مهمه، هر مرضی، هر مشکلی نتیجه معصیت هاست، می آمدند که این معصیت های را که مخصوص جامعه خودشونه اینا را علاج کنند. و هر کسی مشکلات به اصطلاح امروزمون جامعه خودشو داشت. یعنی چی؟ یعنی هر پیغمبری کجی های جامعه خودشو اصلاح میکرد. خب وقتی که عالم جهان متحد شد، یکی شد، مرض هم یکی شد. امروزی که در امریکا شلوارش چاق میده، میبینی در اروپا، در اروپا، در خاورمیانه، در افریقا اون یارون شلوارش چاق میده، زنی شلوارش پایین میکنه، اونا هم پایین میکنن، این مینی جوب میپوشه، اون مینی جوب میپوشه، و و هکزا این که فکول میزنه، این که و همه این عادت ها شده، گویا شهر یک اتاق شده، دنیا ببخشی. خب آیا در چنین وقتی بشریت نیاز به چند پیغمبر داره؟ نه، نیاز به یک پیغمبر بیشتر نداره، بلکه پیام پیغمبران همش یکی، خداپرستیه. و بعد به وسیله این خداپرستی امراض جامعه رو علاج کنن، امراض روحی رو، مادی رو، معنوی رو، همه امراضشو، هر مرضی که در دنیا پیش بیاد، هر مصیبتی که در دنیا پیش بیاد، نتیجه یک چیزه، دوری از راه خداوند. خب وقتی دنیا یک، خداوند میدونه صرف دنیا یکی میشه 1400 سال پیش که نه، میلیون ها سال که خودش خلقش کرده، ولذا یک پیغمبر فرستاده، بلکه برای علاج مشکلات بشریت یک پیغمبر لازمه. و شما نگاه کنید، شخصی مثل برنارد شاو میگه که اگر محمد صلی الله علیه و سلم امروز زنده میبود، مشکلات بشریت رو چنان حل میکرد که ما، من شما قهوه میخوریم، اون موقع دین ستیزان مزدور خودمون رو ببینید که شب روز پیغمبر پوش میدن، از مشیری تا غیر مشیری. چرا؟ چون مقلدن، توتیوارن. مقلد توتیواری حرف زدن فرق نمیکنه، معمم باشه، پکولی باشه، کرواتی باشه، فرقی نمیکنه. نه این است و نه آن است، هیله نان است، هیله موقعیت است، هیله مقام است. ولذا یک پیغمبر برای علاج همه بشریت کافیه، برای که دنیای خانه شده بر همه زمان ها و مکان ها. در این آیه شریف قرآن میفت که اتت هم رسول هم بالبینه، پیامبرانشون با بینه های واضح، با دلیل های واضح، نه که بطن اندر بطن باشه، مثل تشیع که دین رو آلوده کرده یا مدیان تشیع. بینه واضح اینه که قرآن فهمیده نشه. خب بینه اون چیزیه که حق رو براتون بیان کنه. خب معجزات که همراه با رسالت ها بودن، با رسالت آسمانی، اینا بینه بود، دلیل های واضح بود برای صدق رسالت اونها، این که این رسول قاصد خداونده. و معجزاش هم خیلی واضح بود، همه مردم میدیدن، یعنی کسی نمیتونست انکارش کنه، اگه انکار میکرد در سر عناد بود، بلکه قابل فهم بود، تو چاه و تو سردا بود، تو قنات بازی ها نبود. ولذا هر پیغمبری که می آمد یک آیه خود آمد بهش میداد که همه مردم متفق می شدن که این معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی دیگران از آوردنش
عاجز بودم. ممکنه شما چیز عجیب بیارید که همه مردم متفق نشن. وقتی چراغ جادویی رو چیز کردن، اختراع کردن، چیز عجیبی بود. بعضی ها میگفتن این چشم فری میده، اشتباه دیده مثلا. لیکن معجزات پیغمبران نه، همه عقل ها اونو میتونن درک کنن. یه انسان تحصیل کرده میتونه اونو درک کنه، کسی یک کلمه حرف هم درس نخونده هم میتونه اونو درک کنه بفهمه. بلکه دین چیز فطریه. دین هم بزرگترین دین درست، هم بزرگترین عقل های بشریت رو مخاطب قرار میده، هم عالمترین افراد و هم افراد عادی بدوی رو، سهرانشین رو، همه اینها رو مخاطب قرار میده. و یکی از اعجاز قرآن در همینه. هر کسی به اندازه علم خودش اونو میفهمه. هر کسی هم فکر میکنه فقط مرض و غرض نداشته باشه که این قرآن او رو مخاطب قرار میده. اما دجالگری و توطئه امامت اینطوری نیست. و لازم معجزات باید بر همه مردم واضح باشن در همه سطح ها، تا عذری بر کسی نمونه، باطنی نباشه. و رضا خداوند فرد کن فما کان الله لیظلمهم، چون بیانه برشون فرستاد. خداوند شأنش نیست که بر کسی ظلم کنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند به اندازه فهمشون از معجزه، به اندازه درکشون، به اندازه فهمشون ازشون سوال میکنه. هر کسی به اندازه فهمش مسئوله. و روز قیامت هر انسانی در سراسر زمین از همه ادیان، از همه به اندازه فهمشون ازشون سوال میشه. گویا که عقلها فهمیده و یقین کرده که این چیزی که برشون فرستاد شده معجزه. خب اونایی که معجزه رو فهمیدن لیکن در مقابلش کفر ورزیدن، قبولش نکردن، اینا بر خود ظلم کردن. بعد از اینکه مسئله رو فهمیدن، بعد از اینکه حرف رو فهمیدن، بعد از اینکه متوجه شدن که این خلق قوانین، قوانین مادی برخلاف اینه، نمیتونه چیز چشمندی باشه، نمیتونه سحر باشه، نمیتونه جادو باشه، جز خدا کسی اونو نمیتونه بیاره، با این حالم قبولش نکردن، اون موقع بر خود اینا ظلم کردن. فما کان الله لیظلمهم، خداوند بر کسی ظلم نمی کنه. ظلم چیه؟ ظلم اینه که وات اوشی افی غیر محلیهی، یه چیزی رو در غیر محلش بگذاری، یک ظلمه. یعنی حقی رو برداری جاش باطل بذاری، باطل رو حق جلوه بدید، باطل امامت را به جای حق رسالت بذاری، مردم رو سرگردان کنید. آیه شیعه براش خیلی سخته بفهمه که آقا ما ختم نبوت قبول داریم، این امامت چیه پس؟ رضا روش نمیذارنش فکر کنه. همین کلمه رو روش فکر کنه روشن میشه. نمیذارنش، عقلشو معطل کردن. درست مثل عقل مسیح پرستان. آقا چطور ستا یکی یک ستاست؟ یعنی چی آخه؟ دین باید فطری باشه، اصول عقاید. اینا که احکام نیست که اجتهاد بخواد. خب و پس حقی رو باطل کردن و باطلی رو حق کردن یک ظلمه. همچنان که شهید خواندن یک مجرم، یک قاتل، یک تروریست یک ظلمه. وقتی مولایان خود ظلم میکنن، از مردم انتظار پذیرش نداشته باشن. فرق هم نمیکنه که مولا سنی باشه یا شیعه باشه. و پس حق رو نباید باطل کرد، حتی حق مردمو. چطور که این حق مرتبط به بزرگترین حقیقت این هستی باشه؟ حق خداوند، حق ایمان به خداوند، حق عبادت خداوند، اینا رو بدی به انسانها، اینا رو بدی به قبرها، اینا رو بدی به زنده ها، اینا رو بدی به مرده ها. این بزرگترین جنگ با خداونده. به جای یا الله یا علی بگید، یا عیسی بگید، یا موسی بگید، یا محمد بگید، یا بدوی بگید، اینا جنگ با خداونده، جنگ با قرآنه، جنگ با عقاید اون بزرگانه. یا در محلی کوچکتر، انسان چطوری بر خودش ظلم میکنه؟ نفس وقتی که انسانو فریب میده، شیطان وقتی که انسانو به یه شهوت فریب میده،
گرفتار این شهوت میشه، این شهوت رو انجام میده، نعوذ بالله، دزدی، فریب، مکر، زنای، شراب، قمار، دروغ، صدها گناه. این بر خودش ظلم کرده، اما اینا رو بیان عبادت قرار بدید که مدعیان تشیع و همه فرق زاله هم ظلم بر خود و هم ظلم بر حق و هم ظلم بر بر خلق، برای که همه این معیارها رو به هم زدن، اینا رو جنایت و عبادت کردن و عوام مردم این چیزا رو نمیدونن. گاهی انسان با ظلم بر دیگران بر خودش ظلم میکنه، گاهی نه، گرفتار معصیت میشه بر خودش ظلم میکنه، گاهی نه، بر دیگران ظلم میکنه. چطوری؟ مثلا میاد یه نفر یه شاهد زور میاره، شاهد دروغین، خب آقا بس چون شهادت داده که اینه مال جانشون حلال، اشکالی نداره که هیچ حرفیه، اتقیه همه چیز جایز میدونه دیگه. شما کتاب های رمز آلوده از خمینی تا کلینی رو بخونید، میدونید که اینا چی هست، ولیکن با نخوندن همینجوری با باز کردن فهمیده نمیشه، باید آدم عقایدشون رو بدونه. خب کسی که شهادت زور میده، شما یه نفر به زور وادار میکنی مثلا دروغی شهادت بده یا تعارف گیر میکنه، حق و باطل کنه، باطل و حق، اونی که شهادت زور میده از چشم کسانی که به که براشون شهادت میده میفته. اینایی که قاسم تروریست ها رو، قاتل ها رو شهید مینامند، اونایی که ازشون خواستند که میدونن اینا دروغ میگن، که اعتقاد ندارن که، خب همین شخص بیاد یا مثالش بیاد در یه قضیه دیگه در جلو همین شخص شهادت بده، میگه شهادتش قبول نیست. چرا؟ چون تحقیرش میکنه، خودش میدونه این برای شهادت زور داده، شهادت دروغین داده. ولی کسی که از شهادت دروغین میخواد باید میزدش، برای که میخواد اون نظر مردم ساقط کنه و چه شهادت زوری بالاتر از این که دین خدا را انسان در معرض جامعه بشری خار جلوه بده. این شهادت زور این رژیمه که اسلام بدنام کرده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. در این یکی دو هفته گذشته صفات منافقان و کافران بود، از فردا ان شاء الله اگه خدا عمری بده صفات مؤمنان و موحدان و دوستان خداست. خداوند ما و شما را از اونها قرار بده. سلام پدر جان، آقای ناروی، همین فرکانسی که فرستادید برنامه شما رو تماشا میکنم. خوب الحمدلله. سلام، بنده مهاجر افغان هستم در ایران، در یک ویلا سرایدار هستم که صاحب ویلا در کارهای فسق و فجور از آن استفاده میکند و من مجبورم که آنها سرویس بدم. حکم من چیست که به دست آوردم؟ در فسق و فجور شما درشون شریکی، وقت صاحب ویلا در فسق و فجور کار میکنه شما در فسق و فجورشون شریکی، همچنان که سپاهی و بسیجی که ظلم میکنه در ظلم رژیم شریکه. ولی حضرت علی علیه السلام میفرماید که مأمور نگی که من معذورم، معذور نیست. این فرهنگ آلودهی که در جامعه ماست که آقا مأمور معذوره، سخن بیهودهی بیش نیست. یک سوال دیگه هم داشتم، من میخوام از طریق حج عمره بیام عربستان سعودی. نه، شما اول رزقتو حلال کن، رزقت درست نیست، اول رزقتو حلال کن، عمره و حج بر از راه رزق حلال باید باشه. وقت میکنی؟
برام اصلا دیگه بر نگردم و از زندگی در کشور شیخ زاید ولایت فقیه نجات پیدا کنم. آیا امکانش هست؟ نه، بلکه در عربستان سعودی با پاسپورت افغانی بنا به تقاضای خود افغانستان اقامت نمیدن، بنا به تقاضای خود افغانستان تا جایی که من میدونم. آقای پهلوان فرنام، صدای شبکه امشب ضعیفه. او حق دارید آقا، صدا ضعیفه به خاطر مشکلی که من داشتم. خدا خیرت بده. میکروفونو دور گذاشتم آقا. چرا این مشکل از طرف من بوده. مشکل زنگ میزدید آقای بهرام فرنام، آقای یوسف، شما که کارمندان فیس بیل الله ما که شمایید، ما کسی نداریم. الان با صدا بهتر شده باشه. با عرض معذرت، قلوب محمود کریمی درباره ابوالفضل، حضرت ابوالفضل، هنوز کلیپتون نیومده. آقای امیر یزدانی، سلام، من حقیقت میخوام دندانم را پر کنم، نصفش پریده و بعد نصف دیگر روی همون دندان بکنم، آیا برای نماز یا جنازه اشکالی نداره؟ اصلا اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. من نمیدونم برادران، بعضی از برادران افغان چرا این مشکل رو همیشه مطرح میکنند. گویا که در افغانستان هم چه فتوایی هست که دندان پر کردن جایز نیست. یعنی چی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند بر هیچ کسی رو جز به اندازه توانایش مکلف نمیکنه. هیچ اشکالی نداره. تازه اگه دندان پر نکنید، دندان ضعیف باشه، مریض بشید، نمیدونم نقص پیدا کنید، اون موقع گناه هم کردید. دستت، پات، دندانت، چهرت، همه اعضای بدنت امانت در دست توست. اینا را باید سالم نگه دارید برای عبادت خداوند. جسمت را باید همچنان سالم نگه دارید که روحت را سالم میکنید. و برعکس، هر دو رو، یعنی نه در جنازه اشکالی داره، نه در پر کردنش، هیچ اشکالی نداره. آیا در بهش شکل آدم ها تغییر می کند؟ زیباتر می شن. شبکتون رو محور ما قطع است. اینو دیگه نمی دونم چه عرض کنم. صبر کنید که خب الان براتون فرستادم، مشخصات رو براتون فرستادم. با دوستانی که در لیست من هستند که مشخصات رو بر همه فرستادم قبلا. من هر موقع میخوام برم سر کار یا هر کاری انجام بدم، احساس میکنم جلوی کارم بسته شده، احساس میکنم یکی برام دعای جادو کرده. یه دعایی آیه هست که جادو باز کنه؟ نه، این احساس شرط نیست. این احساس شاید وسواس، چه بسا که وسواسه باشه، لیکن هر که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده هر که سوره بقره رو هر روز در خونش بخونه هیچ سحری بهش کار نمیکنه. این یک. و از کار روزانه رو بخونید سحرتون کار نمیکنه. از کار روزانه رو
أخي عبد الله مهد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فريد لطيفي معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کل کشور میگه سیل بلوچستان در حد ملی نبوده. در حد ملی نه بابا، اینا حقیقتش اینه که میخوان اصلا، چون این عقیدتی هن به اصطلاح، نه میخوان مناطق سننیشون همه رو سیل ببره. قطع میکنین؟ اصلاح کرد، اینکه مجموعه سازمان مدیریت بحران باید در تمام صحنه ها حضور داشته باشه، این یک ایراد است. و آها، یعنی شما نباید در تمام صحنه ها حضور داشته. سطح بندی شده دیگه، بر اساس سطح بندی، سطح 1، سطح 2 و سطح 3 سطوح مشخص، مسئولین مشخص هستن. الان در سیل سیستان و بلوچستان چه سطحیه؟ در روزهای اول سطح سطحی شهرستان بود، الان هم هنوز همین، یعنی هنوز اعلام سطح ملی نشده، چون قاعدتا باید ظرفیت ها و منابع بررسی بشه و بر اساس اون شاخص هایی که اعلام شده، دستور عملی که داره اعلام بکنه. اگر سطح ملی بشه، ما را اصلا خدای وزیر باید ورود پیدا بکنن و فرمانده الان شما میدونید سیل سیستان و بلوچستان سطح استانی دارد و سطح ملی پیدا نکرده، به همین جهت آقای وزیر ورود نکردن. بله، آقای وزیر که حضور دارن، ولی به اینا فرهنگ جنایتکاران. بله، صدا الان ضعیف بود، الان درست شد. بله بله، خدا آقای بله، ما فرنامه خیر بده. کاش که از دیگه نصیب بود اینجوری. تک نفری همینه دیگه، هر تلویزیون حداقل چند نفر میخواد. آیا خامنه ای خودش میدونه که دین به مردم دروغ گفته؟ دین به مردم دروغ گفته؟ دین نگفته، تشیع دروغ گفته. لیکن اینا خودشون توجیه میکنن، همه ادیان باطل اینجوری هست، خودشون توجیه میکنن. دقت میکنی؟ یعنی اونجایی که دروغه نمیخوان، نمیخواند دستکاریش کنن، بلکه اون دروغ براشون نام داره. الان که خامنه‌ای بگه که امامت دروغه، خب چطوری ولایت فقیه بشه؟ چطور قدرت در دست بگیره؟ آخوندها بگن امامت دروغه، چطوری مرجع تقلید بشن؟ این دروغ ها رو ساختن به خاطر این. من مشهد حیاتم را 55 میلیون فروختم، در روستا منزلی خریدم 5 میلیون تومان. برای 50 میلیون نم زکات تعلق میگیرد. اگر یک سال ازش بگذره، اگر یک سال ازش بگذره و مصرف نشه، هر پولی که شما دارید در برای اینکه زکات آنی نیست، زکات باید یک سال ازش بگذره، یعنی همه اموالی که دارید در طول سال، یک ماه مشخص کن، ماه رمضان مثلا که صدقه زکات دادن اجرش بیشتره، در اون ماه ببین چقدر سرمایه دارید، چقدر سرمایه دارید که یک سال ازش گذشته یا حتی نگذشته، اون موقع هر سر سال ببین چقدر مال دارید. این مالی که دارید از این زکات بده. اما خونه ای که برای نشیمنه زکات نداره، ماشینی که برای استفاده زکات نداره، دقت میکنید و هکذا. نمیدونم الان صدای منو میشنوید یا نه، چون شما قبلا مشکل برنامه داشتید، مشکل رسیور داشتید. سلام، جواب چرا به پیام ها برا نمیخونید؟ اولین بار که میبینم. در کجای قرآن نوشته که تعویذ دادن گناهه؟ آقا احکام که همهش در قرآن نیست که. در کجای قرآن نوشته که 4 رکعت نماز ظهر 4 رکعت بخونید؟ تفاصیل حج کجا در قرآن نوشته؟ تفاصیل روزه رو پس چرا پیغمبرش فرموده که انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؟ برای که بیان پیغمبر خودش هم وحیه،
خب آخون ببین دوتا زن دیده چی کار میکنه؟ آخون با کشور چی کار کرده؟ با دوتا زن میجا خودش من سلسه بردن آیا نمازم قبول میشه؟ به چرا قبول نشه؟ سلسه بر به اونی که نمیتونه جلوی ادرارشو بگیره. خب در قبل از هر نماز وضو بگیر. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هیچ نفسی را بیشتر از تواناییش مکلف نمیکنه. خداوند بسیار مهربانتر از اینه. تازه در مقابل این مرضی که داری صبر کنید و خداوند بهتون اجر میده. هیچ چیزی بدون پاداش نیست، به شرط ایمان، به شرط ایمان. به خداوند شفاتون بده، هم شما و همه مریضان ما و شما را. دوستان کلیپ هایی که میفرستید بدون موضوع که من اصلا نشون نمیدم، چون نمیدونم چیه، وقتی شخص هم نشناسم، کلیپ هم نشناسم، چطوری نشونش بدم؟ آقای ابوبکر گمشادزی، شما هم ننوشید که کلیپتون چیه؟ ولی چون شما را میشناسم، چون شما را میشناسم، بله، آقای شهید بإذن الله عبدالمالک ریگی. چرا بسته شدی؟ این چرا کلیپش بسته شد آقا؟ درباره اهل سنت از خمینی فتوای خواستم در کتاب این دوباره کلیپشو بفرستید، موضوع شاید مهم باشه. خانم حمیدی، فرکانس براتون فرستادم. پدر جان، من روی فرکانس 10844 گرفتم، خوب تصویر و صدا. خوب الحمدلله. سلام آقا یا خانم حسینی از شیراز. علیکم السلام. پسرم فوت کرده، یه تکه کوچکی از ناخن انگشتش نگه داشتم، اشکالی داره؟ در غیر این صورت کجا باید خاکش کنم؟ در هر جا که خاکش کردید اشکالی نداره، حتی سنت بر اینه که انسان ناخنهای خودشو هم زیر خاک بذاره تا دست ساحران و دجالان نیفته، چون یکی از وسایلی که ساحران انسان رو سحر میکنن وسیله یا مو یا ناخون هاست. خدا پسرتون رحمت کنه و شما صبر بده و هر چقدر بیشتر صبر کنید اجرت پیش خداوند بیشتره. هدایت شده قومی، بله، مشخصات براتون فرستادم. شما از مسئله سوال کردید، دلیل خواستید، من براتون کلیپ فرستادم. میگی اینا عربیه، من سرم نمیشه. خب دیگه وقتی سرتون نمیشه دیگه گناه من چیه؟ دقت میکنید؟ میشه از موبایل برنامه تماشا کرد؟ بله 100% میشه.
اگه اینترنت خوب داشته باشید میشه. استاد کلیپ آمد. بله، قلوب محمود کریمی درباره حضرت ابوالفضل. این مذهب بر قلوب بنا شده، کل این مذهب بر... دم شما و امام جعفر صادق که او صادق است و اینها کاذب، بر غالیان نفرین فرستاده و اولین قلوب امامته. ولذا هم ماماقانی رجالی شیعه و هم حتی مشهد شبستری میگه که همه چیز که از قلوب بوده الان ضروریات مذهب شده. امامت روزی از قلوب بود، الان ضروریات مذهب شده. بله، این محمود کریمیه که فرمایی ببینیم. زن عربه اومد بچه مرده رو انداخت و عرم از صرفت گفت یا ابوالفضل تا بچه من زنده میکنی من برم نقل بخرم. با این دروغ ها مردم مشغول کردن. همین شخصی که سرطان هنجره گرفته شخص دیگریه، نقل بخرم. پس چرا خودشون نجات ندادن؟ ببین تا زندش میکنی اینقدر مطمئنه که من برم نقل بخرم برای بچه‌م بیارم. رفت بچه بلند شد یه خورده نقل مشمش پاچه سر مردم و رفت گفت آقا ممنون. به همین سادگی رفت بیرون. اهل علم بود. آقا مثل شما به اهل علم کار نداری تو عالم رویا. فرمود نه، اول فضل پدر علمه، همش علم ازش سرریز میکنه. آقا با اهل علم فرمود چرا دل اینطوری بیار هرچی میخوای ببر. دل اونطوری بیار هرچی میخوای ببر. واقعا ما تشکر میکنم از ساقی های مربوطه که امروز جنس هایی توضیح میکنن که خب نتیجه بددینی همین بیدینیه که در اون آخر هستش. الان نتیجه بیدینی زمان شاه شد بددینی خمینی و نتیجه بددینی مدعیان تشیع دوباره میشه بیدینی شدیدتر زمان شاه. 500 ساله که ایران در این تیه بنی اسرائیل غرقه. تا زمانی که به قرآن باز نگرده، تا زمانی که دین درست نفهمه، 5000 سال دیگه هم در همین تیه، در همین سرگردانی غرق خواهد بود. راه نجات فهم قرآن است، نه فقط برای ایران بلکه بر کل بشریت. و دلیل هم 1000 سال تاریخ مسلمانانی که بر جهان حکومت کردند. اینم دلیل، چه در میدان پارتی، چه در میدان اجتماعی، چه در میدان سیاسی. در این 100 سال اخیر ایران همه چیزو تجربه کرده از چپ و راست، جز قرآن رو تجربه نکرده. چرا؟ مگه اینا مدعیان قرآن نیستن؟ چرا؟ مدعی هستند لیکن دروغ میگن. مدعی هستند. چی؟ این چه ادعایی که قرآنی که قابل فهم نیست؟ این چه دینیه؟ فهماندن این مطلب برای دین گریزان، برای عموم مردم جامعه آسان نیست. اونم در این شرایطی که دروگویان و کذابان و دجالان بر کشور حاکمند که خداوند شر اینها را سر کشور دور کند. دست شما درد نکنه آقای پهلوان فرنام. این آخری که پهروار پوشیده بود کیه؟ لهجهش کردیه ولی کیه؟ من حس میکنم که انسان بیدینیه. اول برنامه سوال میپرسم تا آخر نوبت اول گوش میکنم که وارد مرحله دوم برنامه میشم و جواب نگرفتم. ولی حق دارید در این لحظه ای که بنده با شما هستم 3615 مسیج هست.
خب چطوری میتونم جواب بدم؟ بنده یه نفرم، یعنی اگه هیچ انسانی نمیتونه 24 ساعت بشینه، ولی فرضاً 24 ساعت هم بشینم نمیشه همه را جواب داد. ولذا عذر بنده را بخواهید، هم تکرار کنید، تکرار کنید تا یه وقتی که نوبتتون بیاد. الله خودش را در کلامش الله معرفی کرده، ولی او را به نام خدا میخوانیم. آیا این بدعت نیست؟ این رو جواب دادم و شما نشنیدید. اگر در عربی شما الله رو خدا بنامی بدعته. خدا نام ترجمه الله نیست، خدا ترجمه یکی از صفات خدا منده. خداوند ده ها صفات داره، بنابرای بعضی از روایت ها بیش از 99 اسم داره. خب و خدا یعنی صاحب، یعنی پروردگار. این معنای رب، معنای الله نیست. آیه در قرآن داریم که شعر بگویید؟ آنی چرا عقلت نقدر کوچکه؟ ببخشید آقا، اینم من البیان لسحر. در بیان انسان چه بسا که سحر سخن انسان رو جذب کنه. شعر یکی از زیباهی های سخنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حسان که شعر میگفت براش دعای خیر میکرد، بگو که روح القدس با تو باد. و اما اونجایی که الشعراء و یتبعهم الغاوون الا الذین آمنوا داره، غالبا اینجوری که شاعران یه فی کل وادی یهیمون، هر صحرایی میزنن خاطر دنیا و گمراهان پیروانشونن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عقلتو بزرگ کن یه خورده. در قرآن رو شعر بگی؟ قرآن رو کتاب احکامه که هر چی باشه بری سراغ قرآن، عقاید از قرآن بگیرید. لیکن در مجموع بگی که آیا در اینجوری سوالتون رو مطرح کنی که آیا در شعر شعر جایزه یا نه؟ در شما وقتی سوال اینطوری مطرح میکنی، من فکر میکنم که عقلتو به عذر میخوام از این کلمه اندازه گنجشکه. عقلاتون رو بزرگ کنید. شیخ الفاضل دکتر گنا، پسر عموی موحد من با پسر عموی شیعه دیگم که شیعه هست دعوا کرد. الان پسر عموی موحد من دادگاه فرستاده، معلومه. چرا میگم با اینا بحث نکنید؟ دنبالش میخواد من شهادت بدن. دکتر اینو بگم که پسر عموی شیعه من بعد از دعوا رفته به قاضی گفته که اون پسر عموی من وهابیست. همین کافیه دیگه. ولی وهابی نیش که چیزی بنام وهابی وجود نداره. منم قبول کردم که شهادت بدم که مقصر پسر عموی شیعه من. خب مقصره، واقعا مقصره، حق چون شکایتی نداره. این چه کشوریه که عقیده ممنوعه؟ استاد این کلیپ از مداح کریمی که درباره ابوهاب پخش شد، یکی نیست بپرسد حالا زنده کردن مرده پیشکش زنده حضرت عباس نمیتونست به اندازه یک استکان آب برای اطفال تشنه فراهم کند، ولی حالا شما حالا میگوید مردهش قدرت زنده را پیدا میکنه. خب مشکل خرافیان در همینه. وای وقتی که آدم در ظلمت است، من ماندم چطوری روزی خودم این خرافات و حرفای توهموار را باور داشتم. از خداوند میخوام که نور هدایت را بر دل شیعیان بتاباند. آمین. هدایت شده هیئتی به به کشاورزی میکرد. ولایت خربوزه ای نپذیرفتن ولایت امیرالمومنین توسط خربوزه. نتیجه این ولایت های من در آوردی میشه دین ستیزی، بی دینی. خوزه خوشه
تا چشمش به امیرالمومنین افتاد دوید آقا رو دعوت کرد با دوستان گفت آقا جان بشینید من کشاورزی میکرد این بنده خدا خربزه خواسته بود تا چشمش به امیرالمومنین افتاد دوید آقا رو دعوت کرد با دوستان گفت آقا جان بشینید من این چند تا خربزه مشکی براتون بچینم بیارم شما اینجا میل کنید خربوزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین حضرت فرمودن خربوزه ها رو قاچ بکنید قاچ کردن گذاشتن جلو مولا اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک دیدن تلخه اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پرتش کردن اون طرف خربوزه بعدی شیرین گواراست حضرت فرمودن میل کنید اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود خربوزه خربوزه است دیگه این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترق شده بود یعنی اینجوری ریز به ریز ذرات عالم اصلا کمالی اگر دارن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام خب این چه ولایتیه این چه ولایتی که تا دهن نبرده نمیدونه که تلخه این شد ولایت آخه این صاحب ولایت هنوز به دهن نبرده نمیدونه تلخه این یک مسخرگی بلندگویان تشیع و عیسی پرستی در همین داستان هاست همش مردم به یاوه سرایی مشغول کردن به داستان سرایی مشغول کردن خرافاتیان همه اینجوری هم دستان درد نکنه خدا خیر در دنیا نصیب شما کنند. من هر برنامه‌ای که میرم سخناتون رو گوش می‌دم یک تجدید ایمان و قوت اعتقادی عجیب درونم ایجاد میشه. این برکت قرآنه. و قطعا این نعمت و فضیلتی است که خداوند در شما قرار داد. نه از من نیست. اینا برای اینکه سخنان قرآنه، حرفای قرآنه. امیدوارم که هیچگاه از این ارتباط از منازل ما قطع نگردد. آمین. خدا خیرتون بده. سلام علیکم سلام تو نامگذاری سوره‌های مبارکه قرآن کریم بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله انجام شد نخیر در زمان خود پیامبر قرآن رو جمع کرده همین به همین شکلی که ما شما می‌خونیم در آخرین رمضانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از اون به رفیق اعلی پیوست جبرئیل علیه السلام دوبار قرآن رو بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوند به همین شکلی که الان هست اگر بعد نه برای نیست دیگه نه بر اساس ترتیب نزول آیات قرآن کریم یعنی اولین آیه میشد اقرا بسم ربک بله ولی بر اساس نزول پیامبر جمع نکردن بر اساس بلکه نزول در ظرف 23 سال بود بله. حتی خودشون دستور میدادن که این آیه را پلانجا بذارید این آیه را پلانجا بذارید اگه این موضوعات خاصی بدونید یک کتاب در علوم القرآن بخون یک کتاب و ضروریه هر مسلمان یک کتاب در این مورد بخونه در سایت عقیده هم هست انشاءالله سلام استاد شب بخیر علیکم سلام عبدالله نماز سنت را بعد از نماز صبح بخونیم یا قبل؟ نه قبلش بعد از نماز صبح هیچ نمازی جز قضا و نمازهای علت دار هیچ نماز نافله‌ای جایز نیست تا طلوع آفتاب در سه وقت نماز جایز نیست بعد از نماز ظهر تا طلوع آفتاب بعد از نماز عصر این ترجمه حدیث نبوی است تا غروب آفتاب و در وقت زوال آفتاب برای که با آفتاب پرستان شباهت نداشته باشیم در این سه وقت پیامبر نماز رو نهی کرده مگه که نماز قضایی باشه که در هر وقتی جازه یا تحیت المسجد باشه که واجبه در هر وقتی باشه و نماز و سنت های پجر سنت پجر دو رکعت سنت پجر قبل از فرضه خداوند شما بپذیره سلام استاد ببخشید مال ما فقط صفحه آدرس را نشون میده بلکه شما از روی هاتبرد نگاه میکنید شما چون از روی هاتبرد نگاه میکنید و اگر از روی یاست نگاه کنید
در دو فرکانس دیده میشه. آخوند سوپرمن، بله بله بله، اینا سوپر شیطان هم توی نه اینو بارها نشون دادم. توی چریکی میدیدیم؟ بله خیلی اینو بارها نشون دادم. من این آقا رو در مدینه منوره یک سال بعد از انقلاب دیدم. خب من فکر میکنم این حرفش راسته، فکر میکنم هادی قفاری رو میگن. و آموزش چریکی میدیدین؟ خیلی میدیدم. من حالا اینا دیگه خیلی خریدار نداره، ولی دیگه گذشته همه چیز. تعریف کنیم برامون جاره. من مثلا دو طبق ساختمان رو هم میپرم، هفت متر ساختمان رو راحت میپرم با این. میپریدید؟ میپرید، الان هم میپرید. خب انشاءالله که خدا توانمندی بده. با ورزش که همین این کار عادیه، با ورزش که یعنی انسان میتونه. روش هایی که درگیری تن به تن رو یک به پنج نفر خوب یاد گرفتم، به استفاده از سرم، به استفاده از پام، به استفاده از دستم و لانچیکو و اینا رو که باید یاد گرفتم، به استفاده مختلف با یک چوب دستی در برابر حداقل شش نفر، حداقل شش نفر. در مدینه من دست به کمرش زدم، یه چیزی تو کمرش بسته بود، نمیدونم سلاح بود یا چی بود، دقت میکنید؟ و این سال فکر کنم 80 بود، 81 حدودا بود. همین آقا رو میگم، آقای غفاری میگم. خواهش میکنم دوستانی که میخوان من براشون مسیج بفرستم، چه برنامه های ضبط شدم و چه پیام ها رو، لطفاً یه اسم مستعار یا حقیقی و اسم شهرشون رو بدن اگر رغبتی دارن، تا من اسمشون رو اضافه بکنم. خواهش میکنم آقای منوچهر حقجو. تمدن بشر هرگز به تکامل نخواهد رسید مگر آنکه آخرین سنگ از آخرین مکان مذهبی رو سر آخرین مبلغ مذهبی فرود آید. این حرف مسخره ای. این حرف از کینه حرف میزنه، امیل زولا. این من نمیدونم دیدگاهش چیه، چپه راسته چیه، غالبا چپه، ولی مسخره این حرف. برای که مسلمانان هزار سال بر دنیا حکومت کردن با بهترین تمدنی که جهان مثلشون ندیده. تمدن فعلی نتیجه اون تمدنه. و اقبال چقدر زیبا این شعرها، این مطالب رو نقل میکنه. عصر نو که این صد چراغ آورده است، چشم در آغوش او وا کرده است. نقش نو بر صفحه هستی کشید، امتی گیتی گشایی آفرید. امتی از ما سوا بیگانه ای، بر چراغ مصطفی پروانه ای. امتی از گرمی سینه، از گرمی حق سینه تاب، ذره از شمع حریم آفتاب. لیکن قدر گل را گل شناسد، گوهر را گوهر شناسد. سلام، شب شما بخیر آقای ملازاده، خسته نباشی، خوبی، سلامتی. یه سوال داشتم، میخواستم بدونم این نمازی نفل یا نمازی تهجد که شب میخونی چجوری باید نیت کنی؟ چون من نمیدونم، چون درس نخوندم نمیدونم چجوری نیت کنم. این اگه یه توضیح بدی خیلی ممنون میشم. شب شما بخیر، خدا. طور که درکت نماز نافل نیت میکنی، تو دلت نیت میکنی که درکت نافل تهجد میکنی، تو دله، هیچ نیازی به دهن نیست. دو رکعت میخونید یا دو تا دو رکعت میخونید یا سه تا دو رکعت میخونید، هر چقدر که توانایی دارید.
ولی اگر تهجد خوندید خداوند از ما و شما بپذیره، سعی کن که نمازت رو در نماز عشا نخون، آخرین نماز تو بعد از تهجد آخرین نماز تو وتر باشه. اونایی که خداوند تهجد نصیبشون کرده، که تهجد در ابتدای اسلام فرض بود بعد نسخ شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز وتر رو در شب آخرین نماز گذاشته. فردا هم که جمعه است، آداب جمعه، خواندن سوره کهف، شرکت در نماز جمعه توحیدی، نه نماز جمعه شرکی، اینا نمایشنامه، اینا نماز جمعه رو هنوز واجب نمیدونن. نماز جمعه رژیم اصلا نماز جمعه نیست، برای که واجبش نمیدونن. الان آقای خامنه‌ای 8 سال یه نماز جمعه اومده، الان فردا میاد هارتفورد سیاسی میکنه. این نماز جمعه شرکت کردن درش حرامه، جایز نیست. سیاهی لشکر بودن مشرکان جایز نیست، سیاهی لشکر بودن اهل بدعت جایز نیست. تا چرا پشتارشون نماز خوندن؟ توهین به ابوبکر صدیق رضی الله عنه در شبکه کودک پویا. اینا که همه دینشون توهین کردن، اگه توهین از این مذهب برداری چی میمونه؟ توهین و فحش و روزخانی رو برداری چیزی نمیمونه جز خود اسلام. بله، سلام. برای حفاظت خود در مقابل اعمال شرکی آخوند صفوی چیکار بایستی انجام بدید؟ چیکار باید انجام بدید؟ اولا توحید رو بفهمید که چی هست، و چنان ازشون دوری کنید که عاقل از دیوانه دوری میکنه، و دینتون رو یاد بگیرید، عقیده درست یاد بگیرید. فکر میکنم شما اگر یک هفته دو هفته در این برنامه ها باشید چنان پیشرفت میکنید که به شرطی که با چشم دل و با چشم سر نگاه نکنید، با چشم دل نگاه کنید، با بصیرت نگاه کنید، که مراجع مده تشیع در ظرف 60 سال پیشرفت نکردن. البته اونا پسرفت میکنن، پیشرفت ندارن، چون در شرک غوطه‌ور میشن. من نگهبانم، صاحبکارم زن که بازه دختر میاره، نوز ویلا تو ویلا، به من میگه که به خانم نگی که من زن میارم ویلا، این پول نگهبانی حلاله یا حرام؟ 100% حرامه، هیچ شکی نیست که حرامه. این پول نگهبانی اصلا کار در هر معصیتی کار حرامه، چه اینجا باشه چه نوحه خانی باشه، یکی نوحه میخوانه. اگرچه نوحه خانی و سینه زنی و زنجیر زنی و شرک به خدا گناهش 100 برابر از زنا و فساد، اینجور فساد اخلاقی بیشتره. در هر کاری که شما انجام میدید معصیت باشه، در اون معصیت شریکید. حتی میکنی هر چه زودتر کارتو عوض کن و دعا کن خدا من بهتر رزق روزی بهتری بده. پیامبر خدا میفرماید که من ترک شیئا لله عوضه خیرم منه، کسی کاری رو به خاطر خدا رها کنه، خدا من چیز بهتری بهش میده. دوستان الان زنگ نزدید که من یک کلیپ میذارم از مناظرات زمان. سلام عرض میکنم به همه شما بینندگان عزیز که برنامه نسیم شما. امیدوارم که امشب صدا مثل دیشب نباشه. یه مناظره قدیم بین بنده و یه نفر مسیحی زردوشی شده و یه نفر بهایی. البته مدیر برنامه خیلی منصفانه برنامه رو اداره کرد.
شما رو مورد توجه خودتون قرار میدید و با ما هستید عزیزانی که در تمام نقاط مختلف دنیا در طول هفته گذشته با اجرای اولین مرحله در مورد بررسی مبانی و اصول اسلام بهائیت و خرد گرایی این برنامه رو مورد تشویق قرار دادید و به دلیل تقاضاهای متعدد شما من ناچار شدم شکل عادی برنامه رو تغییر بدم. گفتگو درباره زرتشت رو به ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز که گفته بود که انجام شد منتقل کنم و جا رو باز کنم امشب برای ادامه مناظره‌ای که هفته گذشته آغاز کردیم و با تکیه با مسئله حقوق بشر در برنامه امشب. برای اینکه من آماده بشم به لندن برم و آقای دکتر ملازاده رو در این نیمه شب از خواب بیدار بکنم، ظاهرا ایشون مرد بیخوابی هم هستن، به سراغ ایشون برم. آقای مولانا عبدالرحیم ملازاده یکی از مطلعین و متخصصین اسلامی اهل تسنن ایران که از اهالی بلوچستان ایران هستند، مهمان ما هستند از لندن. دکتر مولانا عبدالرحیم ملازاده دارای درجه دکترا در تحول اندیشه اسلامی در ایران هست. اگر دوستان من تصویر بزرگ ایشون رو داشته باشند خواهیم داشت تصویر. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
سازمان ملل وجود داره و در بعد از اینجا بحث کردن قبل از اون جامعه